تأثیرگذارترین و مهمترین صنعت‌ها در زندگی بشر تبدیل شده. صنعتی که با زندگی روزمره ما به شکل قابل توجهی گره خورده است. با کمی دقت متوجه می‌شویم که حتی ساده‌ترین محصولاتی که ما روزانه با آنها سر و کار داریم نیز با یک بسته‌بندی مناسب، زیبا و جالب قابل استفاده‌تر به نظر می‌رسند. آلمان، دوسلدورف. شهر نمایشگاهی دوسلدورف با بیش از 60 سال سابقه درخشان که میزبان بسیاری از نمایشگاه‌های تخصصی و بین‌المللی در دنیاست، امسال نیز پذیرای بازدید کنندگان نمایشگاه اینترپک 2011 بود. نمایشگاه اینترپک 2011 دوسلدورف عرصه بسیار مناسبی را برای صنعتگران و فناوران بخش بسته‌بندی در میدان رقابت‌های بین‌المللی فراهم آورده است. نمایشگاه اینترپک که هر 3 سال یک بار برگزار می شود، امسال نیز غرفه‌گذارانی از سراسر جهان را برای عرض اندام محصولات تجاری و صنعتی خود در رقابت با یکدیگر گرد هم آورده بود. گروه بندی کالایی نمایشگاه زمینه‌های مختلف و متنوعی داشت. در زمینه فرایندها و ماشینالات بسته‌بندی مواد غذایی و نوشیدنی‌ها، لوازم آرایشی، کالاهای مصرفی، بسته‌بندی کالاهای صنعتی، همچنین مواد اولیه بسته‌بندی، ابزارآلات بسته‌بندی، فرایندها و ماشینالات صنعت شیرینی و شکلات و خدمات صنایع بسته‌بندی. نمایشگاه امسال ویترین زیبای محصولات بسته‌بندی مختلف بود. از جمله محصولاتی که دوستدار محیط زیست و قابل تجزیه در محیط هستند و سرلوحه اصلی تولیدات آینده قرار خواهند گرفت. محصولاتی که در پارک فناوری نمایشگاه نوید بخش طبیعتی پاک در زندگی آینده انسانها بود. در نمایشگاه صنایع بسته‌بندی سال 1390، پژوهشگران، صنعت‌پیشگان و متخصصین صنعت بسته‌بندی از ایران نیز حضوری پرمعنا داشتند. نوآورانی که پس از سالها تلاش و استانداردسازی محصولات خود همگام با فناوری‌های روز دنیا به دوسلدورف آمده بودند. ایرانیانی که بار دیگر پرچم پر افتخار کشورمان را بر بلندای خودباوری ملی در میان تمامی شرکت کنندگان مطرح جهانی به اهتزاز درآوردند. این شرکت کنندگان ایرانی با عرضه محصولات با کیفیت و قابل رقابت با استانداردهای جهانی و استقبال قابل قبول متقاضیان خارج از کشور، بار دیگر نمایشی از توانمندی‌های خود را به رخ جهانیان کشیدند. یکی از پرسابقه‌ترین غرفه‌گذاران ایرانی که تولید کننده دستگاه‌های ساخت شکلات و کیک بود، درباره حضور خود در این نمایشگاه عنوان کرد: ما حدود 20 ساله که در این صنعت فعالیت می‌کنیم، حدود 45 ساله که در این صنعت حضور داریم. تو این مدت تونستیم ماشین‌آلاتی تولید کنیم که در سطح دنیا مطرح باشه. ما رقیب کشورهایی شدیم که تا به حال توی ایران ماشینات زیادی رو فروختن و وارد میکردن. خوشبختانه از روزی که ما به این کار شروع کردیم به 35 کشور دنیا تونستیم ماشینالات صادر کنیم. در این مدت ماشیناتی که ما داشتیم تونسته رقابت خوبی در بازار داشته باشه. دستگاهی که ملاحظه میکنیم تو این غرفه کانتینوس وکیوم کوکره که این قبلا فقط در کشور آلمان و یکی دو تا کشور دیگه دنیا تولید می‌شده، که از روزی که ما این شروع این دستگاه رو تولید کردیم و بش کوکر رو تولید کردیم، تونستیم نسبت به رقبای دیگه، حتی نسبت به خود آلمانیا، در سطح جهان فروش بالاتری داشته باشیم. یکی از شرکت‌های ایرانی غرفه‌گذار در زمینه تولید دستگاه‌های بسته‌بندی مایعات فعالیت داشت. دستگاه بسته‌بندی مایعات که در این نمایشگاه به عرضه گذاشته شده، نتیجه طراحیه که در داخل کشور انجام دادیم. صاحب تکنولوژی هستیم. این نمایشگاه عرصه‌ایه که اگر واحدهایی باشن که کپی سازی کرده باشن،
از دستگاه‌های تکنولوژی رو استفاده کرده باشن دچار مشکل خواهند شد. ولی ما از اونجایی که با زحماتی که در داخل کشور کشیدیم دستگاه رو طراحی کردیم، مورد تایید سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی به عنوان ابتکار واقع شد، جشنواره خوارزمی تقدیرنامه گرفتیم، این اجازه رو به ما داد که در این نمایشگاه حضور داشته باشیم. کیفیت مناسبی با مزایای رقابتی که در طراحی دستگاه هست استفاده بشه و برکاتش این خواهد بود که این اجازه رو به ما داد که بتونیم کار رو در عرصه بین المللی ارائه بکنیم و بتونیم محصولمون رو در خارج از کشور و در این نمایشگاه عرضه بکنیم. یکی دیگر از تولید کنندگان دستگاه های ساخت شکلات، کیک و بیسکویت برای ما توضیح داد. فعالیت من در زمینه ساخت ماشالات کیک، کلوچه، خط کامل کیک لایدال و انواع بیسکویت های مغزدار و انواع خنک‌کننده های اسپیرال. بیش از 500 واحد تولیدی تو ایران با ماشالات من کار میکنن. برای سومین بار در نمایشگاه انترپک ما غرفه داریم و شرکت کردیم در این نمایشگاه و هدف از شرکت ما در این نمایشگاه معرفی ماشالاتی که خودمون میسازیم و میتونیم آخرین توانایی خودمونو به کسایی که دنبال ماشالات خط تولید هستن به اینا معرفی و از همه جای دنیا برای بازدید به این نمایشگاه میان و اونایی که دنبال خط تولید هستن میان از این نمایشگاه بازدید میکنن و وقتی ما اینجا غرفه میگیریم میان از ماشالات ما بازدید میکنن. همت و خودباوری و بهره برداری از استعدادهای ملی توسط این صنعتگران توانسته اقتصاد کشور را تحت تأثیر خود قرار دهد. جذب مشتری از اقصا نقاط دنیا ضمن ورود ارز به کشور به صادرات ایران نیز رنگ و بوی تازه‌تری بخشیده است. همکاری و رقابت ایرانیان با 2750 شرکت از شرکت‌های صاحب صنعت و مطرح دنیا در نمایشگاه ذهن جهانیان را بیش از پیش متوجه قدرت صنعتی ایران نموده و شهرت جهانی را برای صاحبان این صنعت حیاتی به ارمغان آورده است. نظر آقای توماس دوزه، مدیر بخش غرفه‌گذاران را در مورد حضور ایرانیان پرسیدیم. خیلی خوشحال هستیم و باعث افتخار ماست که توانستیم به غرفه‌گذاران ایرانی خوش آمد بگوییم. ایران کشوری پیشرفته با پتانسیل زیاد و بازاری رو به توسعه است. نمایشگاه صنایع بسته‌بندی 2011 سکوی پرتاب مناسبی برای رسیدن به چشم‌اندازهای توسعه و فناوری است. شرکت‌های ایرانی غرفه‌گذار در نمایشگاه امسال نمایندگان شایسته کشور در عرصه رقابت صنعت بسته‌بندی بودند. شرکت‌هایی که سال‌های متمادی است که محصولات خود را با بهترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت به مشتریان داخلی عرضه می‌کنند. این صنعتگران ایران را از واردات دستگاه‌های مرتبط و به تبع آن خروج ارز از کشور بی‌نیاز می‌کنند. صنعتگران ایرانی در این خصوص نیز اهداف و حرف‌های مشترکی داشتند. به جهت اینکه ما بتونیم ارزآوری خوبی را داشته باشیم، خودمون رو مقید کردیم که با تکنولوژی روز دنیا پیش بریم و تونستیم ارزآوری بسیار خوبی داشته باشیم. واحدهای زیادی در داخل کشور که توان خرید دستگاه‌های گرون خارجی رو دارن ترجیح میدن که از محصولات داخل استفاده بکنن، ارز خارج نشه، باعث ایجاد اشتغال در کشور بشه، کیفیت مناسبی شرکت کردن توی نمایشگاه دو هست داره. یکی این که ما میتونیم دستگاه خودمون رو صادر کنیم به کشورهای دیگه، دیگه این که شرکت‌های ایرانی وقتی میان اینجا ماشالات میبینن و قیمت‌ها رو میبینن و ماشالات ما رو میبینن میان از ما خرید انجام میدن و این باعث میشه که دیگه ارز از کشور خارج نشه. در یک بخش، در بخش دیگه ما صادرات داریم که میتونیم چیکار کنیم، از وارد کشور بکنیم. امروزه که بحران اقتصادی در وجود بسیاری از کشورهای دنیا ریشه دوانیده و موزل بیکاری ذهن جهانیان را به خود معطوف داشته است، بسیاری از صنعتگران، سیاستمداران
و اقتصاددانان با چالشی برای مرتفع کردن این مشکل مواجه شدند. اینترپک 1390 همزمان با نامگذاری سال جهاد اقتصادی در ایران مجالی بود برای اینکه شرکت‌های ایرانی غرفه‌گذار در نمایشگاه اولین گام‌های مؤثر اقتصادی خود را به سوی این هدف بزرگ بردارند و این نیز یکی از دغدغه‌های اصلی صنعتگر توانمند ایرانی است. خوشبختانه امسال سال جهاد اقتصادی است. ما توقع داریم که مسئولین مملکتی هر چی میتونن بیشتر به ما کمک کنن، رفع مشکلات بر ما کرده باشن. به هر حال مشکلاتی که داریم با هماهنگی اونها بتونیم این رو برطرف کنیم، بلکه بتونیم روز به روز بازار بهتر. سال نامگذاری شده به نام جهاد اقتصادی، ما تونستیم مشتریامون رو در این زمینه جذب بکنیم. به خاطر این مسئله اقتصادی که الان هست، پیش بینی شد که ما با شرکت در این نمایشگاه خواستیم این پیاممون رو به کل جهان هم ارائه بکنیم که این نوع بسته‌بندی بهترین روش برای مبارزه با مسائل تنگناهای اقتصادی خواهد. سال جهاد اقتصادی ما سعی میکنیم فعالیت خودمون رو بیشتر کنیم و حرکت‌های بیشتری انجام بدیم و بیشتر بتونیم تو زمینه ساخت و تنوع ماشاءالله و ماشاءالله‌ای که تو بخش مواد غذایی تامین کنیم. به نظر میرسد نمایشگاه بین المللی صنایع بسته‌بندی دوسلدورف تنها چشمه کوچک از پتانسیل سرشار صنعتی ایران به شمار میرفت. ایرانیانی که می توانند در سایه توانمندی های خود و حمایت های مسئولان کشور چشم‌اندازی جدید از افق پیشرفت را در برابر دیدگان جهانیان بگشایند. اینترپک 2011 پایان یک تلاش 6 روزه جهانی برای به دست آوردن بهترین های صنعت بسته‌بندی بود. این تازه اول راه است برای شرکت های ایرانی که 3 سال فرصت دارند تا خود را برای شرکت در دوره بعدی بی‌نظیرترین نمایشگاه بسته‌بندی جهان آماده کنند.